ده ها نمره زمین که سالهای پیش از سوی شماری از افراد در شهرک صنعتی هرات خریداری شده بود دوباره از آنان پس گرفته شده است. دلیل این اقدام مقام های محلی هرات عدم فعالیت صنعتی این افراد در آن زمین ها خوانده می شود. سید فضل الله وحیدی سرپرست ولایت هرات می گوید این نمره های شهرک صنعتی بیش از 10 سال می شود که خریداری شده، اما صاحبان آن تاکنون فعالیت صنعتی نداشته و آن نمره ها را به پارک های تفریحی تبدیل کردند. حالا آقای وحیدی تاکید می کند که زمین های مسترد شده به افراد مستحق تقسیم می شود. نصیر احمد صالحی گزارش می دهد. اسنادی که در اختیار آریانا نیوز قرار گرفته نام بیش از 50 تن را نشان می دهد که 10 سال پیش 10 نمره زمین را در شهرک صنعتی هرات خریداری کرده، اما برخلاف تعهداتشان تا هنوز فعالیت های صنعتی را در این زمین ها آغاز نکرده اند. حالا سید فضل‌الله وحیدی سرپرست ولایت هرات می گوید نمره های خریداری شده را دوباره از این افراد گرفته و در آینده نه چندان دور به افراد دیگری که او مستحق می‌خواند داده خواهد شد. نام شماری از مقام های بلند رتبه پیشین و فعلی دولتی هم در این لیست دیده می شود. نزدیکان یکی از والیان پیشین هرات هم از جمله خریداران این زمین ها بوده است. آقای وحیدی می گوید زمین های مسترد شده 65 نمره در شهرک صنعتی هرات است که در سال 1383 هجری خورشیدی به منظور فعالیت های صنعتی خریداری شده بود، اما صاحبان این زمین ها برخلاف قانون نمره هایشان را به پارک های تفریحی تبدیل کردند. اینا گفتن و نمره را گرفتن باید امو کار بکنن که نکردن و سالها گذشته سال 83 حتی نمره را گرفتن تا الحالی چیزی نکردن و لسته که امروز از طرف ریاست سکتوری ما آماده شد داده شد علل فور حکم استردادش روان کردیم و تمام ادارات زیربط اطلاع دادیم ای که بنام هر کس است اینا مسترد میشه و به مستحقین داده میشه. حالا سرپرست ولایت هرات تاکید میکند در مورد بازگرداندن پولی که در بدل خرید زمین ها در شهرک صنعتی به دولت داده شده جلسه اداری ولایت تصمیم خواهد گرفت که این پول به افرادی که زمین ها از آنها گرفته شده داده شود و یا خیر. وی دیگه تصمیم شورا و تصمیم میگذاریم با مجلس اداری ولایت، منتها ما از نظر قانون باید امیر از پیش از یاد بگیریم و به دیگرها بتیم. وقتی که اونا پول خود میخواه قانون که چیزی حکم میکنه، اگر حقشان شد برشان داده میشه، اگر نشد. بیش از 400 شرکت تولیدی در شهرک صنعتی هرات وجود دارد که 240 شرکت هم اکنون در این شهرک فعالیت دارند. بیش از 160 شرکت دیگر بنابر دلایل گوناگون در جریان سالهای اخیر از فعالیت باز ماندند. حالا مقام های محلی هرات تاکید می ورزند که تلاش ها برای انکشاف و گسترش شهرک صنعتی آغاز شده و جلو استفاده های غیرقانونی زورمندان در این شهرک را خواهند گرفت.